روزنامه اعتماد گزارش داده با تیتر درده ها و گزارشی منتشر کرده درباره منشأ اعتراضات در استان خوزستان. نگاه این روزنامه این هست که منشأ اصلی این اعتراضات بیابی یا کمبود و بحران آب در استان خوزستان هست و سبب شده که در 10 روز گذشته، در واقع در 10 شب گذشته، مردم شهرهای مختلف استان خوزستان به خیابون بیان اعتراض کنند. در جریان اعتراضات نیروهای امنیتی شماری از مردم رو مجروح و شماری رو هم با گلوله و شلیک‌های مستقیم در واقع کشتن. و اشاره روزنامه اعتماد این هست که ریشه و منشأ این اعتراضات سیاست‌های نادرست در حوزه آب هست و سبب شده که استان خوزستان که یک استان پر آب و یک جلگی سرسبز بوده، حالا به یک منطقه نیمه بیابانی و استانی خوش تبدیل بشه که مردمش تشنه هستن و به خیابان میان به خاطر اینکه آب ندارن، نه آب برای آشامیدن آب درستی در اختیارشون قرار گرفته، نه حتی آب دارن برای کشاورزی و نه آب دارن برای امور دیگری که نیاز ضروری روزمره مردم همه جا هست. اما روزنامه پیام ما با روایت خوزستان گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت بحران آب در استان خوزستان، ولی یک بخشی از این گزارش های روزنامه پیام ما مربوط است به خط اینترنت در استان خوزستان. مشتبه گهستونی که خبرنگار این روزنامه است در استان خوزستان به سراغ مقام های مخابرات استان خوزستان رفته و ازشون پرسیده که دلیل قطع اینترنت تلفن همراه و همچنین تلفن خانگی، اختلال تلفن خانگی در استان خوزستان همزمان با این اعتراضات چی هست. مقام های مخابرات به روزنامه پیام ما گفتن که مشکل فنی ایجاد شده در سیستم اپراتورهای تلفن همراه و به همین دلیل اینترنت قطع شده. یعنی یک دروغ آشکار دیگر رو بر مجموعه دروغ‌های پیشین اضافه کردن، چون اگر مشکل فنی پیش بیاد برای یک نفر یا یک اپراتور پیش میاد، نه اینکه همه اپراتورهایی که تلفن همراه رو ارائه میکنن با هم دچار مشکل فنی شدن. نکته دومی که خبرنگار پیام ما پرسیدی که کی مشکل برطرف میشه، گفتن که نامشخص است. یعنی تا زمانی که به طور ضمنی، تا زمانی که اعتراضات ادامه داشته باشه، قطعی اینترنت هم در خوزستان ادامه داره. آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به خوزستان رفته، گفته که به مردم خوزستان اطمینان میدهیم که مشکلات قابل حل است. روزنامه ایران این رو نوشته. 8 سال اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بوده و مشکلات مردم خوزستان رو حل نکرده. در این چند روز آینده گفته اطمینان میدهیم قابل حل است، اما چگونه و کی معلوم نیست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به نوشته روزنامه ایران گفته دستور داده این بازداشتهایی که عمل بازداشت شده هایی در اعتراضات که عمل مجرمانه نداشتن آزاد بشن. اول اینکه کسی عمل مجرمانه نداشته چرا بازداشت شده، این رو اشاره نکرده علی شمخانی. و بعد هم خبرها به گونه دیگه است. به نظر می رسد زمانی که این دستور آزادی رو صادر کرده، در واقع بازداشت ها ابعاد گسترده تری در استان خوزستان به خودشون گرفتن. روزنامه جهان صنعت تنها روزنامه است که به شمار جانباختگان اشاره کرده، کشته شدگان اشاره کرده و نوشته که 9 نفر در اعتراضات استان خوزستان بر اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.